سلام درس 18 رو شروع میکنیم به عنوان Applications and Application Forms خب ببینید اساسا اپلای کردن یعنی نوشتن درخواسته یعنی شما به واسطه درخواستی که دارید یک چیزی رو برای جایی می حالا میخواد شغل باشه دانشگاه باشه اداره مهاجرت باشه یا هر جای دیگه پس پروسه اپلای کردن یعنی نوشتن برای یک کسی و اون درخواست شما میشه اپلیکیشن و معمولا یک فرمی داره که به اون میگن اپلیکیشن فرم بریم سراغ اصل درس اینجا رو بخونیم بذارم این بغل که اگر میخواید این معانیش هم اینجا ببینید همزمان بتونید ببینید What should I do first? Do all you can to learn about the careers that will be open to you after studying. کریرز یعنی اون مسیرهای شغلی که جلوی پاتون هست دقت کنید که کریر با جاب فرق میکنه جاب یه شغله اما کریر یک مسیر شغلیه شما ممکنه چندین شغل عوض کنید اما مسیر شغلیتون یکی بمونه و یا برعکسش and what qualifications you will need in order to get the job you want qualifications در واقع به انواع تاییدیه ها میگن که یعنی شما کوالیفاید شدید حالا این میتونه مدرک دانشگاهی باشه میتونه مدارک آزاد باشه مثلا فرض کنید تون کامپیوتره حالا رفتید دانشگاه مدرک هم گرفتید اما مثلا اگر برید دو تا مدرک سیسکو هم بگیرید خیلی خوبه یا فلان دوره مایکروسافت هم بگذرونید عالیه به اونها میگیم تاییدیه ها کوالیفیکیشن ها What qualifications do I need for postgraduate study? Postgraduate پست به دورانی میگن که شما میرید سراغ تحصیلاتی بالاتر از لیسانس شما گریجویت میشید وقتی لیسانس میگیرید بعد از اون یا در واقع بهتر بگیم مدرک کارشناسی میگیرید چون لیسانس در واقع کلمه لایسنس بوده که تو فارسی گفتن دیگه کارشناسی میگیرید و بعد از اون شما میرید سراغ پست البته که بیشتر وقت وقتی به پست گریجویت اشاره میشه منظور مقطع دکترا هست A first degree is required to study at postgraduate level. First degree یعنی همون مدرک کارشناسی. شما باید BA یا BS تون رو گرفته باشید. First degree اونه required نیاز هست. ملزم به این هستید شما. The specific entry requirements for each course of study are listed on the individual course pages. Entry requirements یعنی اون پیش نیاز هایی که شما باید داشته باشید برای هر کورس حالا نوشتن مثلا فرض کنید یه کورسی هست در رابطه با مثلا تاریخ امپراتوری روم میگن شما باید مثلا یک حداقلی از زبان لاتین بلد باشید اونا پیش نیاز میشه بعدی if needed clarifications may be sought from the department you are applying to clarifications در واقع اشاره داره که شما یک توضیحات بیشتری بدید شفاف سازی کنید دیگه در مورد حالا خودتون وضعیتتون هر چیزی می بی در واقع بخش سوم فعل سیک هست درخواست میشه میخوان ازتون یو پرفورمنس از این schooling اسکولینگ از وری امپورٹنت your اپلیکیشن پروفایل خب هم پروفایل که خب همون پروفایل تو فارسی هم دیگه هم میگیم توی اون حالا کاربریتون حساب کاربریتون هر چیزی میگه وضعیت درسی قبلیتون این پریویس سکولینگ اون شرایط خیلی مهمه حالا مثلا نمرتون چی بوده تو چه وضعیتی بودید و مواردی از دست What are the requirements for international students? دانش آموزایی که از سایر کشورها میان چی میشه In addition to the general admission requirements international applicants must submit سبمیت یعنی بفرستن ارسال کنن معمولا سبمیت آنلاین اتفاق میفته دیگه شما اسکن میکنی مدارک تو و اون دکمه سابمیت رو میزنی ارسال میشه غیر از مواردی که این بالا گفتیم یه سری چیزها هم بالاخره شما میخوای دیگه مثال مثلا مدارک زبان و این موارد a transcript of university courses and grades translated into english یه ترانسکریپت یک توضیح کاملی از اون درسی که خوندید معمولا یکی نیست دیگه شما مثلا رفتید دانشگاه برفرد دانشگاه تهران درس خوندید اون لیست چیزایی که خوندید و اون کارنامه و اون تشکیلاتو باید به انگلیسی ترجمه کنید اونو بفرستید results of the international english language testing system ielts or test of english as a foreign language toefl unless you have received english medium education for at least وانیه. خب. یا باید مدرک آیلتس رو بدید یا مدرک تافلتون رو بدید یا اینکه یک دوره ای انگلیش میدیمی یعنی یک انگلیسی متوسطی شما خونده باشید منظور چیه منظور اینکه اون دورتون نه اینکه مثلا رفته باشید آموزشگاه مثلا فرض کنید یه دوره ای رو دوره متوسطتر رو شما به انگلیسی خوندید همه چی ریاضی انگلیسی خوندی چه میدونم درس های دیگر رو به اون حالت رو انگلش انگلیش میدیم ایژیکیشن این باید خونده باشید که البته یه چی بگم اینا هر سه تا آپشن رو شما ندارید معمولا دانشگاه بعضی وقت میبینید پالیسی های خیلی دقیقی دارم مثلا میگه فقط آیلس هفت فقط آیلس هفت و نیم فقط تافل مثلا صد و ده صد و پنج هر چی applicant must have a minimum ielts score of 6.5 or a toefl score of 580 uh, toefl تا جایی که یادمه این شکلی نبود چیزاش حالا که این کتاب کیه حالا یادم نمیاد دقیق میگه که حداقل ielts شیشونیم میخواد دقت کنید که اینم 6.5 خونده میشه تو آیلتس نمیگیم 6 and half مثلا 6 و نیم نداریم مثل فارسی که اینجوری میگیم 6 and half باید دیگیم 6.5 اینجوری میخوننش و آخری میگه که Are any grants or scholarships available for international students? Grants یا scholarship در واقع پولیه که حالا بهتون میدنم اون بورسیه ما بهش میگیم چیزی هست میگه ویزیت آ اینترنشنال آفیس پیجیز به دیتیل دانشگاه توضیح میدن دیگه که تو چه مقطعی هست بستگی به اینکه اون رشته چقدر پروژه براش تعریف میشه ممکنه که حتی تو مقطع لیسانس هم شما بورسیه ببینید حالا این خود داستان بورسی هم خیلی جذابه یه بار اگه فرصت بشه توضیح میدم که چرا ما این همه روسیه میتونیم مثلا در اروپا امریکا ببینیم ولی مثلا در ایران نمیبینیم ادامه بدیم The application process یه نامه ای یه نفر بل یه نفر برای دوستش نوشت خب نوشته های At last I've filled in my application form and sent it off بالاخره اپلیکیشن فرمم و فرم درخواستم و پر کردم To fill in a form It took ages to take ages. It took ages as well as my personal details. They wanted the names of two referees' financial guarantees, and I had to attach a personal statement saying what I wanted to go to Wanstow. Referees, داور شنیده بودید دیگه اینجا در واقع به حامی شما میگن رفری یعنی کسی که مثلا فرض کنید زنگ میزنن مثال یا مشخصات یه نفر میگیرن یا اون یه نامه ای مینویسه توضیح میده که شما چه جور آدمی هستید آدم خوبی هستید مثلا سخت کوشید فلانی در واقع برای شما واچ میکنه در مورد شما صحبت میکنن دو تا آدمی که شما رو قبول دارن فاینانشال گارانتیز که خب زمانت های مالیه Personal Statement یک بیانیه یا یک توضیح شخصی هم باید بنویسید یه توضیح نوشتم که چرا میخوام برم فلانجا Anyway, the deadline is next Friday Deadline هم که یعنی آخرین مهلت Deadline Then the website said they'd take about six weeks to process the application after they acknowledge it To process یعنی بهش رسیدگی کردن To acknowledge it اینجا معنی بعد از اینکه رسید دستشون هر زمانی که تحویلش گرفتن رسمی رسید دستشون چیش هفته طول میکشه که پروسه انجام میشه و بررسیش کنن Then I might be called for an interview To call for something یعنی شما رو بخوان فراخانی کرده By that time the references have to be in تا اون زمان همه این مواردی که گفتیم باید آماده باشه رفرنس به معنی منابع هست I'm just hoping that because I'm a mature student mature student یعنی آدمی که معمولا از سن تحصیلش مقدار گذشته فرض کنید که مثلا همه 18 سالگی میرن و این آدم مثلا تو 25 سالگی میخواد بدانش یا برای هر مقطعی که هست با سن متفاوتی I might have a good chance of being offered a place. یعنی offer a place یه جایی به هم بدن. یعنی قبولم کنن اینجا منظور. One star has a lot of mature students and they have a strong equal opportunities policy. Equal opportunities policy به سیاستی میگن که discriminate نداره. یعنی تبعیض درش نیست. یعنی مهم نیست که شما 18 سالتونه یا 50 سالتونه. اگر شرایط داشته باشید میتونید وارد دانشگاه بشید یا مهم نیست که شما سفیدید یا سیاهید مهاجرید یا اهل همون کشور این چیزا رو حالا یک لیست بلند بالایی است یا مثلا مسیحید یا هر چیزی مسلمونید بیدینید به اینها توجهی نمیکنن و فقط به اون ریکوایرمنتی که دارن توجه میکنن و اینکه ببینن شما چقدر برای اون پوزیشن مناسب The fees are pretty high. هزینه فی قیمت بالاست. But I can get a student loan if I get it. Student loan یک وام دانشجوییه که به دانشجوها میدن و میشه اینو گرفت البته که تا جایی که اگر سنتون کم و میخواهید برید تا جایی که میتونید این کارو نکنید چون معمولا بزرگترین اشتباه دانشجوها همین گرفتن استیدنت لون تو مقطعی این پول رو میگیرن که هم خیلی بهش احتیاج دارن هم سواد مالی آنچنانی ندارن از دانشگاه که در میان دفعه میبینی مثلا شرف 60 پوند ۵ پوند در امریکا خیلی بیشتر 100 هزار دلار مثلا طرف میبینی کاره. و استیدنت لون هم از اون جور مواردی است که تا آخر عمر پاک نمیشه شما یعنی حتی اگر برید اعلام ورشکستگی هم بکنید باز اینو باید بدید If I get in هم یعنی اگر قبولم کنن دیگه برسم خلاص اینم از این درس اگر قصد تحصیل دارید این درس ها درس های بسیار مهمی هن. حتما با دق... دقت مرور کنید تمریناش رو هم انجام بدید و سوالی هم اگر داشتید توی کامنت ها مطرح کنید تا جلسه بعد